پادشاه دیده نشد در وجودشو. حالا یه فیلمی مثل شب‌های روشن، و چون تنها فیلمی که میگم من بازیمو دوست دارم تو اون فیلم، خب چون میدونم چقدر سخت بود، چقدر کنترل شدم، چقدر، و بعد از گذشت تقریبا 18 سال 17 سال از فیلم برداری اون فیلم میگذره، ولی شاید خوب نباشه بگید جزء اولین کارات بوده این همه بعدش فیلم بازی کردی. من باید بازی بکنم و خیلی بهتر از چیزی باشم که تا الان بودم. آره موافقم، یعنی من میتونم واقعا بهتر از اینا بازی بکنم. شما دیدین ایده اصلی رو؟ بله. من لاله جز نقش هایی که برام خیلی نقش مهمیه تو کارنامه کاریم، به دلیل که خیلی متفاوته. آره و خیلی غمگینه. دختر بدجنسی هست و کلاهبرداره لاله، ولی خیلی احساس کردم چقدر غمگینه. امروز غمش رو دیدم رو پرده. آره خیلی تنها و غمگینه. دلتون براش سوخت؟ آره لاله رو دوست دارم. شما خیلی تو فاز مجازی هم دوری خیلی پست می‌ذاشتید، بعدش انگار یکم مایوس شده داره؟ دقیقا مایوس شدم، چون من توی اینستاگرام قبلی که داشتم خیلی کتاب معرفی میکردم. چه کار خوبی هم میکردی؟ حالا ایشالله بازم میکنی. بعد اعتراف کنم من گیاهخوار نیستم. یه دوره هی گیاهخوار شدم، ویژیتریان شدم، وگان شدم، ولی دوره های کوچولو بوده. خیلی زیاد گربه دوست دارم، برای اینکه از بچگی من با گربه بزرگ شدم. خانم جانم همیشه میگفت از بچگی تو خونهشون گربه داشته. ما همدان همیشه گربه داشتیم، تو حیات غذا میدادیم، تو زیر زمین میزاییده، نمیدونم با همون بزرگ شده. یعنی من این تجربه با گربه بزرگ شدن و خیلی هم حیوان ملوس و جذابیه به نظرم. شاید اون پستی که من گذاشتم خیلی احساسی شده بودی. آره اصلا شاید لزومی نداشت میذاشتم، ولی میدونی اینستاگرام درست الان یه رسانه است، هر کدوم ما به هر حال یه رسانه‌ای داریم که این مخاطب داره. پشیمون شدی از اینکه گذاشتی یا نه؟ نه به هر حال خیلی هم اتفاق عجیب غریبی نیست، ولی کلا فضای مجازی یه بازتاب اوریان از جامعه است. آلمادوها رو برمیدارم، بس دیگه مهمون داریم.